امام زمان سلام الله علیه بفرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. در توقیع شریفی که به شیخ مفید مرقوم فرمودن، حضرت می‌فرماید ما شما را رها نمی‌کنیم. فکر کنید حالا ما پس پرده غیبت دوستان و شیعیان ما را فراموش می‌کنیم. فرمود اگر نبود این که ما به فکر شما هستیم، شما را فراموش نمی‌کنیم و مراعات شما را داریم، به شما سختی‌ها و بلاها وارد می‌شد. لعصابکم اللعوا، بلاهای سنگین به شما وارد می‌شد. واستلمتکم الاعداء، دشمنها شما رو پامال میکردن، از بین میبردن. هزارها توطئه و برنامه ریزی از طرف دشمنها برای از بین بردن مکتب ما و دین ما و تشیع و شیعیان ریخته میشه. باید این رو اعتقاد واقعا داشته باشیم که به برکت امام زمان و نظر امام زمان و دعاهای امام زمان این بلاها دفع میشه. خود حضرت فرمود و بی یدفع الله بلا عن اهلی و شیعتی، این کلام خود حضرت فرمود خدا به وسیله من بلا را از من و خانوادم و اهلم و دوستان و شیعیانم برطرف می‌کند. دعاهای امام زمان، لطف امام زمان، نظر امام زمان. مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی رضوان الله تعالی علیه از مراجع بزرگ مشهد بودن، قبل از انقلاب از دنیا رفت. شاگرد مرحوم آیت الله خویی بوده. مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه علاقه فوق‌العاده‌ای به آقا امام زمان علیه السلام داشتن. خیلی انتظار حضرت رو می‌کشید و توسلاتشون به امام زمان زیاد بود. ازشون استفتا کردن انتظار امام زمان، یاد امام زمان، توجه به امام زمان و دعا برای فرج امام زمان چه حکمی داره؟ ایشون جواب مرقوم فرمودن واجبه. یعنی در زمان غیبت هر شیعه‌ای واجب یاد امام زمان باشه، دعا برای امام زمان بکنه، چون این دعا و یاد ما را حفظ میکنه، دین ما را نگه میداره، ارتباط ما را با امام زمان حفظ میکنه، سیم ما وصل میشه، بهره ما اضافه میشه. ما هر چی دعا میکنیم، درود میفرستیم، نفعش برای خود ما است. خورشید احتیاج به کسی نداره. ما اگر رفتیم توی تاریکی از نور خورشید، از حرارت خورشید استفاده نکردیم، ما ضرر کردیم. مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه فرموده بودن واجب است یاد امام زمان، انتظار امام زمان، دعا برای فرج امام زمان علیه السلام، جزء واجبات بدونیم. انشالله این صلوات ها رو با وعجل فرج ها هم فراموش نمی فرمایید که اینم دعا برای فرج اهل بیت. مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه دستور داده بودن جایی که می نشینن، حالا مطالعه می کنن یا مراجعات مردمی رو جواب می دن، تابلوی زیبایی بالا سرشون بگذارن و نام امام زمان رو بنویسن که میان میشینن بلند میشن به یاد حضرت باشن، به یاد ولی خدا باشن، به یاد آقا و مولای خودشون باشن. دیگران هم که میان این تابلو رو ببینن یاد امام زمان بیفتن. و بعد زیر نام حضرت هم فرموده بودن این شعر رو بنویسید: بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو. انشالله این چنین باشیم هممون، واقعا یاد امام زمان، منتظر امام زمان، دعا بر امام زمان، زمین ساز ظهور و آمدن حضرت باشیم، با ظلم و ظالم مبارزه بکنیم، با گناه و فساد مبارزه بکنیم، زمینه رو برای آمدن حضرت فراهم. یکی از دوستان ما بفرمودن من خدمت مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه مشرف شدم برای زیارت ایشون. به ایشون گفتم آقا موعظه، نصیحتی، سفارشی، چیکار کنیم دست ما گرفته بشه، به داد ما برسن. ایشون یک تأملی فرمود، این سفارش رو کرد. فرمود شبانه روز 1440 دقیقه است. از این 1440 دقیقه
1435 دقیقه کارهای متفرقه را انجام بده. حالا نماز، دعا، ذکر، امرار معاش، استراحت، کارهای صحیح. از شبانه روز 5 دقیقه 5 دقیقه زیاده 5 دقیقه 5 دقیقه وقت بگذارید برای ارتباط با امام زمان، توسل به امام زمان، یاد امام زمان، توجه به امام زمان. این قطره اگه وصل به دریا بشه پایدار میمانه. ما مثل قطره ایم و الا این یه نمیه خشک میشه، تمام میشه، پامال میشه. یه قطره ارزشی نداره، ارزش اونه که به اصلش وصل بشه. اصلش دریاست، مثل یه حباب از بین میره، ولی اگر وصل به دریا شد میمانه. حالا این 5 دقیقه زیارت آل یاسین میخوانی، نماز امام زمان میخوانی، درود به حضرت میفرستی. یکی از کارها اینه، مثلا آدم روزی 100 بار با وعجل فرجام صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. اللهم صد تا صلوات هدیه کنه محضر امام زمان علیه السلام. یعنی آقا جان من به یاد شما هستم، برای شما دعا میکنم، برای ظهور و فرج شما دعا میکنم. اللهم کن لولی یک بعد از نمازها، تو نمازها، تو قنوتها، زمانهای مختلف آدم بگه. شما تو کار امام زمان باشی، امام زمان هم تو کار شما خواهد بود. شما برای امام زمان دعا میکنی، امام زمان هم برای شما دعا خواهد کرد. شما مال و جان خرج بکنی میشه امام زمان؟ آقا جواب یک سلام واجبه، یه سلام. وقت کسی بیش از سلام اظهار ادب بکنه، اظهار محبت بکنه، قطعا اونها پاسخ خواهند داد. انشالله تسلیم امام زمان باشین. ول مسلمین لعوامره، بگیم ای امام زمان کمکمون کن، امر شما رو بر همه چیز مقدم کنیم، تسلیم اوامر شما باشه. این رشد و کمال یک شیعه است.